چپ جلو اتصال دارید. یکی از سمت چپتون ممکنه اتصال داشته باشید، کسانی وایستاده باشن، یکی از سمت راست. حالا اگه در سمت راست شما 5 تا پسر بچه کوچیک وایستاده، در سمت راست 5 تا بچه کوچیک وایستاده، در سمت چپتون هم فرض کنید 5 تا بچه کوچیک وایستاده، اما از جلو شما اتصال دارید دیگه، کفایت میکنه. درست شد؟ از عقب اتصال جای اتصال انجام نمیشه. همین دقت کنید، فقط اتصال از جلو یا از سمت چپ یا از سمت راست. پس بنابراین اگر یک جای یک صف جماعتی هست، کسی بره جلوشون وایسته، بس میشه به صف پشت سری؟ نه خیر، بس نمیشه. انشاءالله من اگر زنده باشم یک وقتی روی پروژکتور باید نقشه هایی رو درست بکنم که از چطور ممکنه که اتصال جماعت به هم بخوره. انشاءالله یادم باشه این رو توی لیست میگیرم برای جمعه شب های آینده که خیلی کاربرد داره. پس بنابراین خواهرها و برادرها، حد اکثر فاصله از جماعت چند متر شد؟ یک متر. خواهرها هم از آقایون یک متر بیشتر نباید فاصله داشته باشن. پس اگر اینجا آقایون آمدن جلو ایستادن، خواهران باید تشریف بیارن جلو و پشت سرشون که فاصله بیشتر از یک متر نباشن. خب قدش 6.8 باشه 6.7 این چطور یک متر میشه؟ در واسه هست نگرد فاصله دارد این قدش بلند باشه چطور میخواد بودید درده؟ این قدش بلند یک متر شاید ما که میگیم یک متر، نکته خوبی گفتی، ما که میگیم یک متر یعنی از چپ و راست، از چپ و راست، از جلو که به اندازه که جایگاه سجده راحت باشه، لازم نیست که اسکویز کنی متوجه فرمانی. نه اصلا حالا سجدگاه جایی که مهر رو میذاره، مهرش از جای پای نفر قبلی یک متر بیشتر دور نباشه دیگه، سعی کنه به اندازه متعارف فاصله باشه. خب؟ آره. سوال دیگری اگه هست بفرمایید. بفرمایید. صف جلوی نماز که مهر پشت سر امام هست، مثلا بلفرض تو مسجد ما 6-7 نفر جا هستش، حالا اگر اون 6-7 نفر باید حتما پر بشه صف بعدی تشکیل بشه، یا که مثلا دو نفر هم ایستادن اشکال نداره؟ چه سوال خوبی کردن. سوال میکنن که آیا صفهای جلو باید پر بشه به بعد صفهای بعدی تشکیل بشه؟ این مستحبه، مستحبه که صفها مرتب و منظم و با شکوه و با انسجام باشه. و در صورتی که حالا مثلا طرف دیر رسیده، الان هم همه به رکوع هستن، نمیتونه خودش رو بیاد بغل صف برسونه، همون تر میخواد نماز رو اتصال بده، اشکالی نداره که در صف بعدی بیسته. یعنی بدون عذر انسان نظم صف رو به هم نزنه. در بعضی از روایت ها میفرمایند که ثواب ایستادن در صف اول جماعت دو برابر صف دوم هست، یعنی تا میتونید در صف اول بیستید، و ثواب کسانی که در سمت راست امام جماعت میایستند دو برابر ثواب کسانی است که در سمت چپ ایستند. در بعضی از احادیث میفرمایند که اگر مردم میدونستند که ایستادن در صفهای جلوی جماعت چقدر فضیلت دارد، برای رقابت و ایستادن در صفهای اول با همدیگر شمشیر میکشیدن. او که نمیدونن او رو گردن را میرسیم سرمان صد میشون. جفن چه سوال خوبی کردن، خیلی قابل توجه هست. میفرمایند که اگر به محض اینکه امام جماعت گفت الله اکبر، الان دیگه مأمومین مجازن که بگن الله اکبر، آیا هنوز صفای جلو نگفتن الله اکبر و اتصال و اقامه رو نگفتن، اون کسی که در ته صف هست میتونه بگه الله اکبر یا خیر؟ اینجا نظر مراجع فرق میکنه، تفاوت داره. اما این نکته ما رو متوجه به این میکنه خواهر برادر، که وقتی که گفته میشه حی علی خیر العمل،
یعنی هنوز دیگه به قد قامت سلام امام جماعت نرسیده، دیگه بلند شین، آماده کن خودمون رو، لباسمون رو، جامون رو، مهرمون رو، همه چیز آماده. به محض اینکه امام جماعت گفت الله اکبر، همه بگیم دیگه، مخصوصا کسانی که در صفای جلو هستن و مخصوصا کسانی که پشت سر امام جماعت ایستادن، به هیچ عنوان اینا نباید تأخیر بکنن، اینا آماده باشن که به محض اینکه امام جماعت گفت الله اکبر، اینها هم بگن الله اکبر. و جماعت رو انسان حالا به زحمت کشیده، از راه دوری انسان آمده، از همه اول بسم الله ثواب جماعت رو بگیره. دیگه ای صبر نکنه امام جماعت بسم الله رو هم بگه، الحمد رو هم بگه، سه چهار تا آیه که رد شد دیگه بعد انسان جماعت رو. چقدر خوبه که انسان از قبل آماده بکنه و این نماز جماعت شکوه نظممون باشه ان شاء الله. بفرمایید. پیشتر شما نظر به امیر اولاد خود گفتید. بعض اوقات بعض بچه های خود اذان میدن، البته با تشویقشان چیز میکنن، اما با فکر من باید اکثر از ایار میبینم با رسشی ها چیره تم مثلا استاد بشن، یعنی پاک نمی باشن، نه اذان جز نماز است و فرض است. وقتی دیم ما منم فهم پیچکه طرف های اشکال نداره که کفت خورده که نمی فارو پاکی و صفایی درست برون جازان بکنه. این آزان با تطهیر. بله. گرچه در آزان تطهیر لازم هست، اما آزان جزء نماز نیست. پس اگر یک وقتی شخصی عمدن آزان نگه، نمازش اشکال داره؟ بله. عمدن اصلا عوامه نگه نماز رو، اشکال داره نماز رو، اینا مستحبه. اما نکته خوب این هست آقا که شما خیلی نکته زیبایی رو اشاره فرمودید، اینه که ما فرزندانمون رو متوجه این نکات طهارت بکنیم، مخصوصا در اینجا. و اینها همچین که زحمت کشیدن اذان رو یاد گرفتن، این رو هم یاد میگیرن انشاءالله، و هم تشویق هست و هم انشاءالله این پروسه هست. احسن. نکته دیگه ای اگر هست، سوال دیگری اگر هست. خب انشاءالله ایام میلاد امام رضا علیه السلام هم نزدیک هست، روز یک شنبه میلاد امام رضا علیه السلام هست که بالاخره امام رضا علیه السلام اینقدر بین ائمه درخشیدن که لقبشون هست چی؟ شمس و شموس، خورشید خورشیدها. ایشون دیگه خیلی حق زیادی روی ما دارن. خدا انشالله به آبروی امام رضا علیه السلام، به احترام این شب رحمت که فرشتگان خداوند بین زمین و آسمان ندای رحمت میدهند، یک نظر رحمتی به دلهای همه ما و شما بیفکند، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفی محمد. منم قرآن، منم قرآن، منم پیغام جاویدان، منم سرچشمه ایمان، فروغ پاک
خاک توحیدم. منم نورافکن رحمت، منم نورافکن رحمت ز سوی آفریننده، منم روشنگر بگذشته و اکنون و آینده، منم قرآن، منم درمان هر درد و پریشانی، منم سرمشق هر خیر و صفات نیک انسانی. ورود از آبشار عرش رحمان تا شدم نازل، بشستم تیرگی از جایان، ببردم گرد غم از دل. نگر در آیه های من، جمال آل احمد را، بیا یک دم تماشا کن گلستان محمد را. قال الله الحكيم وأما الذين سعدوا وفي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزوز. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباءهم من قبل، وإنا لموفونهم نصيبهم غير منقوص. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. در تفسیر سوره مبارکه هود، خواهران و برادران، رسیدیم به این نکته مهم که پروردگار متعال می فرماید ما اون کسانی رو که به انتخاب خودشون بدبختی را پیشه کردند، اونها رو برای ابد عذاب می کنیم، و اون کسانی که خوشبخت شدند، اونها رو برای ابد در بهشت و نعمتهای پروردگار جای خواهیم داد. این نکته و این سوال ایجاد شد که چرا خداوند برای اهل دوزخ میگوید به اختیار خودشون بدبختی رو انتخاب کردن؟ دانستیم به جهت اینکه طبیعت در مسیر خوشبختی است. کسی که بخواهد بدبخت شود باید زحمت بکشه، باید از این هایوه آماده شده، از این راه آسفالته با زحمت خودش رو منحرف بکنه. قرآن آمده است، در تأیید این قرآن تورات آمده، در تأیید این قرآن بایبل آمده، انجیل آمده، 1124,000 پیغمبر آمدن، این راه رو مشخصش کردن، آسفالتش کردن. کسی که بخواد خودش رو به بیراهه طبیعت بیاندازد زحمت داره، او با اختیار رفته. کسی که خلاف قرآن عمل میکنه با اختیار عمل میکنه. مسئله دیگر این بود که چرا خدای مهربان میفرماید که ما گناهکاران رو برای همیشه عذاب میکنیم. گفتیم آیا این انصاف هست؟ یک شخصی حالا نهایتاً بگیم تمام 60-70 سال عمر خودش رو بعد از سن بلوغ معصیت کرده، گناه کرده، ظلم کرده، آیا این انصاف هست که این شخص دیگه در زمان نامتناهی، یعنی بیلیون ها سال عذاب ببینه
به خاطر 60 سال، به خاطر 100 سال مثلا گناه. خب ادعی از مفسرین سعی کردن این رو یه جوری توجیهش بکنن. بعضی از مفسرین گفتن که توجیه این آیه این هست که اونها وجودشون به مرور زمان که در آتش میسوزد یک حالت مثلا انطباقی پیدا میکنه. اگر بخوایم ساده ترش بکنیم بگیم مثلا بدنشون بی‌حس میشه اینطور. گرچه این توجیه معقول و منطقی نیست. دسته دیگری از مفسرین دلیل دیگری رو گفتن. اونها گفتن که بعد از مدتی آتش جهنم بر اونها خاموش میشود. در جهنم هستن اما عذاب نیست. این هم یک قول نادری هست و محکم نیست. اما حقیقتش خواهر و برادر این هست که گفتیم اینجا رابطه بین گناه و بین عذاب رابطه زمانی نیست، رابطه کمی نیست، رابطه چیه؟ کیفی هست. زمان اینجا مطرح هست برای این که ما زندگیمون رو بر طبق اون منیج بکنیم، برنامه ریزی بکنیم. در آخرت بحث زمان مثل اینجا نیست. حساب‌ها خیلی فرق میکنه. امیرالمؤمنین علیه السلام هم در خطبه قاصه میفرمایند که فکر نکنید که اون مقیاس های زمانی که شما اینجا بلد هستید این همون مقیاس های زمانی آخرت هست. نخیر. پس بنابراین توجیه رو دقت کنید چون در آیات زیاد این آمده. پس یک شد این که رابطه کیفیتی هست نه رابطه کمیتی. و مسئله دیگر کسانی که در آتش جهنم الالعبد میمانند همه گناهکاران نیستن. یعنی ما میتونیم بگیم اهل جهنم بر دو دسته تقسیم میشون. اهل جهنم اونهایی که خواستند و اونهای غیر خواست. خواست کسانی هستند که دیگه اینها دیگه وجودشون حقیقتشون همشون شده گناه. خدای مهربان در سوره مبارکه بقره آیه 81 میفرماید بلا من کسب سیئتا و احاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. کسانی که اینقدر در گناه غرق میشوند که خودشون میشوند مصداق او گناه دیگه، سمبل او گناه میشن. اینها ولکن گناه نیستن. گناه اینا رو ول کرده، اینا ولکن نیستن، اینا گناه رو ول نمی کنن. به قول بنده خدا گفت اگر پلنگی به تو حمله کنه چیکار میکنی؟ گفت بالای درخت میرم. گفت اگه آمد بالای درخت چیکار میکنی؟ گفت روی شاخه میرم. گفت اگه روی شاخه چی؟ گفت میرم روی شاخه بالاتر. گفت اگه روی شاخه بالاتر آمد چیکار میکنی؟ گفت بابا اگر این پلنگ هم منو ول کنه تو ول نمی کنی. حالا این هم همونطور شده. حالا گناه این رو ول میکنه، شیطان این رو ول میکنه، اما این شیطان رو ول نمی کنه. اینا خواص جهنمن. اینها کسانی هستن هم فیها خالدون. اینها کسانی هستن که تا زمان نامتناهی می سوزن. اصلا این وجودش شده تبدیل شده به گناه دیگه. این ول کنه گناه نیست. یعنی به تعبیر دیگه بگیم که دروغ مثلا پیش ایشون شرمندگی داره، خیانت پیش ایشون شرمنده هست. این دیگه استاد شده. اینها خواص پس بنابراین الالعبد می سوزن. عده دیگر گناهکارها اینا قابل بخشش هستن. اینا مدتی که در بهش در جهنم بمانند می سوزن، عذاب رو می بینن به اندازه گناهان خودشون و بعد از اینها احتمال بخشش هست، از اینها احتمال شفاعت هست. بعد از یک زمان مشخصی اینها ممکن مورد شفاعت قرار بگیرن یا ممکن مورد عفو و بخشش خداوند قرار بگیرن و وارد بهشت بشن. و طبعا که اینها در مقامات عالی بهشت نخواهند رفت. مسئله دیگر عزیزان، مسئله خلود در جهنم یک تفسیر زیبایی که دارد اثر طبیعی گناه است. دقت کردید که حتی اینجا هم ساینس هم علمم ثابت کرده که گناهان یک اثر طبیعی داره. مثلا کسی که زیاد شراب میخوره در پوستش، در صورتش نگاه بکنن مشخصه که این آدم دیگه با خودش دیکا کرده. توجه فرمودید؟ این که یک شخصی الالعبد در گناه میمونه او اثر طبیعی خود اون گناه رو داره میکشه.
یک کسی زحمت کشیده یک زمین خشک و خالی رو کشت کرده، تبدیل کرده به گلستان، گل کاشته، حالا شده یک باغ گل قشنگی. هر صبح میره اونجا لذت میبره، اثر طبیعی زحمتشه. این بوی خوش، این گلهای قشنگ، این طراوت رو رنگارنگ، اینا کیف میکنه، روح شاد میشه از این گلها، درسته یا نه؟ لذت میبره، اینا رو میبینه، یه اثر طبیعی اعمالش هست. او گناهکار هم که الان ابد میمانه، اثر طبیعی اعمالش هست. فلا تک فی مریت مما یعبد هؤلاء ما یعبد الا کما یعبد آباءهم من قبل. ای پیغمبر، هیچ شک و شبهه به دلت راه نده. اینا خیلی حرف میزنن، اینها خیلی بحث میکنن، اینها هم بت‌ها رو پرستیدن، اجداد و آباشون هم بت‌ها رو پرستیدن. نه اجداد و آباشون تونستن کاری بکنن، نه اینها میتونن کاری بکنن. محکم بیست. فَإِنَّا لَمُوَفُّهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ منقوص. یادت باشه که روز قیامت ما اثر این بت‌پرستی و شرکشون رو بدون هیچ گونه کم و زیاد بهشون میرسونیم. دقت کنید این کلمه وفات رو که ما استفاده میکنیم به مناسبت وفات مثلا فلان شخص مجلس ترحیم برگزاره، این کلمه وفات کلمه قشنگیه. کلمه مثلا فوت شاید کلمه متعارفی نباشه با ما. کلمه وفات یعنی چی؟ یعنی این که یک شخص یک شیئی رو انسان کاملا بگیره، تحویل بگیره و همونطور دست نخورده، دقت کنید دست نخورده تحویل بده، مثل یک امانت دار. خدای مهربان اینجا کلمه وفات رو استفاده میکنه، میفرماید ما اعمال اینها رو میگیریم دست نخورده روز قیامت تحویلشون میدیم. این بت پرستا اعمالشون چیه؟ همه خسران، همه بدبختی و انحراف. و لقد آتینا موسی الکتاب فاختلف فیه ولولا کلمه سبقت من ربک لقضی بینهم. مثل که اونجا در این زمانی که این آیه شریفه نازل شده است به پیغمبر خدا، یهودی ها هم پیغمبر خدا رو تا حدودی مورد بحث و جدل قرار می دادن. خدای مهربان می فرماید که خود این یهودی ها اون چیزی که در کتاب تورات براشون آمده است بر سر اون اختلاف کردن. شما می دونید که مسئله نبوت پیغمبر خاتم هم در انجیل آمده است و هم در تورات، و شما میدونید عده زیادی از یهودی ها که در صدر اسلام پذیرفتن نبوت حضرت ختمی مرتبت محمد المصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رو به این جهت بوده است که اینها در معلومات تورات، در کتاب و آموزش های تورات دیده بودن و خوانده بودن. اما اینها با هم دیگه اختلاف کردن، عده گفتن که نه خیر، تورات این چپتر، این قسمتی که مربوط هست به نبوت پیغمبر خاتم، مثلا این آیه به این شکل نیامده، و مسائل دیگر اختلافی هم با هم دیگه داشتن. هنوز هم یهودی ها اختلافات عقیدتی و اصولی خیلی محکمی با هم دیگر دارن، اما بروز نمیدن. من با علماشون و اساتیدشون مباحثه کردم، اینها هم خیلی اختلاف، اونها از اختلاف شیعه و سنی خیلی قوی تر هست، اما پالیسیشون، سیاستی که همشون روی اون اتفاق کردن و اتحاد کردن این هست که چیزی رو از اختلافات خودشون به دیگران نگویند، بروز ندهند. خدای مهربان می فرماید که اگر جنبه تربیتی و آموزشیش نمی بود ما صبر نمی کردیم و همین قضاوت روز قیامت رو امروز بر اونها نشان می دادیم. اما به جهت بعد آموزشی و تربیتی جامعه بشر هست که ما سکوت میکنیم و مسئله این قضاوت رو گذاشتیم برای روز قیامت. و انهم لفی شک منه مریب. اینها یا پیغمبر به تو شک دارن، مریب یعنی شک با بدگمانی، یعنی اینها در درون دل خودشون نسبت به تو بدبین هستن. و این کلن لما لیوفینهم ربک اعمالهم انهو بما کانو بما یعملون خبیر. ای پیغمبر صبر کن، به زودی قیامت می شود و به زودی ما اعمال اونها رو
محشور میکنیم. دقت کنید، خوب گوش کنید، خواهد برادر، باز گفته میشود اعمال. پس یک نکته باریکی رو که ما درس میگیریم از این آیات مبارکه این هست که اعمال ما، هر چیزی رو که ما اینجا انجام میدیم از بین نمیره ها، که روز قیامت فقط یک دونه راپورت به ما بیارن بگن فلان روز فلان موقع شما این کار رو انجام دادی. نه خیر، این او عمل هست. اون باغبانی که زحمت کشیده یک گلی رو کاشته، مرتب اون رو آبیاری داده، آب داده، بعد از یک سال این اون گل، این اون نهال هست، از بین نرفته. اعمالی رو که ایشون انجام داده یک سال پیش نابود نشده، الان هست. خوب دقت کنید، پس روز قیامت خواهر برادر اعمال تو محشور میشود، گزارش داده نمیشه، فقط اعمال محشور میشه. این خواهر و برادر برای ما که در یک زندگی مدرن عادت کرده این خیلی آسان هست. این سکوریتی کامره ها رو دیدید دیگه، همه جا هست، به این شکلی که مثلا یه تلفنی بزنید الالعبد رکورد شده هست، ها؟ هر موقع بخوان میتونن بازخوانی بکنن. برای ما این تکنولوژی هضم این مسئله و این آیات رو خیلی آسان تر کرده است. فاستقم کما امرت و من تاب معک ولا تطغوا انه بما تعملون خبیر. سبحان الله، رسیدیم به مهمترین آیه، آیه 112 سوره مبارکه هود. این آیه خیلی مهمه خواهر و برادر. این آیه که بر پیغمبر خدا نازل شد، پیغمبر خدا فرمودن شمرو دامنهاتون رو به کمر ببندید. و ما رؤیا ضاحکن، بعد از اون لحظه، بعد از اینکه همین آیه نازل شد، فاستقم کما امرت. ابن عباس میگوید از بعد از نزول این آیه هیچ کس پیغمبر خدا رو خندان ندید. فاستقم کما امرت. به پیغمبر خدا گفتن یا رسول الله چی شد که شما اینقدر یه مرده به زود پیر شدید، پیری زودرس به شما دست داد. حضرت فرمودن شیبت نیست سورت هود، این سوره هود پیرم کرد. وقتی سوال میشه کدوم آیه، میفرماین فاستقم کما امرت، یا آیه 112. خیلی حرف داره. اگه ما بتونیم امشب، همه حرفاش رو که نمیتونیم بگیم، اگر ما بتونیم امشب مقداری از گنجهای این آیه مبارکه رو بر بگیریم، خیلی سعادتمند هستیم. فاستقم کما امرت. ابن عباس یه حدیث خیلی مهمی رو نقل میکنه، دقت کنید خواهر برادر. ابن عباس میگوید ما نزل علی رسول الله آیتا کاند اشد علی ولا اشق من هذه الآیه. هیچ آیه‌ای در قرآن، هیچ آیه‌ای در قرآن بر پیغمبر نازل نشد که از این آیه سنگین‌تر باشد. پس اگر از شما سوال کردن سنگین‌ترین آیه قرآن که بر پیغمبر خدا نازل شده است از 6666 آیه کدوم هست، بگید آیه سوره مبارکه هود آیه 112. فاستقم کما امرت. خب چی میگه این آیه شریفه که اینقدر پیغمبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که صبورترین انسان است، پخته ترین انسان است، یک مرتبه پیر میکنه. چه مطلبی داره این آیه؟ فاستقم کما امرت. خداوند سبحان میفرماید حبیب ما صبر کن. بعد از اینکه سرنوشت 7 ملت رو خدای مهربان، 7 پیغمبر رو خداوند بر پیغمبر خودش میگوید، در اون شرایط سختی که پیغمبر خدا در مکه هستند، در ابتدای تبلیغ هم هستند،
خدای مهربان میفهمد فستقیم کما امرت. آی حبیب ما صبر کن. آخش کاش خواهد گوش کن، کاش ما فرق استقامت با صبر رو خوب بتونیم درک بکنیم. خب صبر یک چیزیه که بالاخره حالا گاهی اوقات صبر ما هم میشه جبر، اما این استقامت هست، یعنی محکم بیست. کما امرت، همون گونه که ما به تو دستور دادیم، در صراط مستقیم، در صراط اخلاص، از این اخلاص یک نیش سوزنی کنار نرو. یعنی چی؟ یعنی از همین الان ای پیغمبر، تو روزگار سختی که ایشون داشتن با آل یاسر، اما یاسر عبدالله برادرش، خود عمار، با اینها یه عده کمی مسلمان شده بودن، قدرت کفر رو سرشون بود، ظالمین، مستکبرین، ابوجهل، مستبدین رو سرشون بود، زیر تحریم بودن، زیر فشار بودن، افرادشون رو میکشتن، عمار رو میبردن توی بیابانها، تون هوای گرم عربستان که کسی نمیتونه با کفش روی این ماسه های سوزان بیسته، عمار رو برهنه میکردن، زره آهنی زنجیری رو بر بدنش لخت میپوشوندن، روی این ماسه های داغ عربستان هنگام زور میخوابوندن، سنگ های داغ مکه رو روی کمرش، روی سینه‌اش میگذاشتن که این سیم های زره آهنی در بدنش فرو میرفت، میسوخت. وقتی که خوب در لای پوستش فرو میرفت، میکشیدنش. اینقدر عمار رو اذیت کردن، پدرش رو اذیت کردن، مادرش رو اذیت کردن، پدرش که در این شکنجه ها از دنیا رفت. اینا استقامته. سمیه مادرش رو شکنجه روحی میداد ابوجهل، تو به خاطر خدا که علاوه بر شکنجه های جسمی، تو به خاطر خدا که پیغمبر به حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم ایمان نیاوردی، که به خاطر جوان هست، زیبا هست، رعنا هست، به خاطر این بهش ایمان آوردی. خیلی سخته برای یک زنی هست. ایشون صبر میکرد تا شهیدش کرد. عمار اینقدر سوخت در این شکنجه ها که وقتی خدمت پیغمبر مکرم اسلام رسید بعد از شکنجه ها، پیغمبر مکرم اسلام فکر کردن عمار مریض شده، فکر کردن بیماری پوستی گرفته. اما سر و صورتت چرا اینجوری شده؟ گردن کنار لبات، زیر چشمات چی شده؟ پوستت چرا اینجوری شده؟ سبحان الله، این مصداق استقامت. پیغمبر خدا چقدر استقامت کردن. خواهر و برادر، یک سوال از خودت وجدانن امشب بپرس. چند سال از عمرت گذشته؟ در زندگی خودت صبر که کردیم میدونم، استقامت هم کردیم. اگه استقامت کردیم، در چه راهی استقامت کردیم؟ اگر استقامت کردیم، برای چه استقامت کردی؟ برای کی؟ برای که پول برسی؟ برای که به استراحت برسی؟ برای که به آرامش برسی؟ یا برای خدا؟ فاستقم کما امرت، ای پیغمبر برا ما استقامت کن. کی حاضره از استراحتش، از نانش، از لباسش، از حیاتش، از خانوادش بزنه کما امرت برا خدا استقامت کنه؟ یک عارفی وارد شهری شد، دید مؤذن اذان میگه، رسید به حی علی الصلاه، آی مردم ریختن تو مسجد، هی دارن صفا رو درست میکنن، هی جام میزنن، هی خودشون رو میرسونن به صفای جلو. عارف یک لبخندی زد، گفت اگر این مؤذن به جای حی علی الصلاه حی علی الزکات میگفت، بازم مردم همچین هجوم می آوردن طرف مسجد.
فاستقم کما امرت. ای پیغمبر این اخلاص رو در استقامت بگید حفظش کن. خواهر و برادر، شروع یک کار خیر آسانه، اما در اون کار خیر موندن، ادامه دادن، استقامت کردن سخته. ازدواج کردن آسونه یا سخته؟ آسونه که همش ای تشویق و ماشالله و بارکالله و تبریک و اینا. خانواده خوب تربیت کردن سخت، بچه به دنیا آوردن هم خیلی سخت. سخت هست اما نه خیلی. بچه رو خوب تربیت کردن سخت یا نه؟ استقامت میخواد. در مسجد رو باز کردن زحمت داره، مسجد رو نگه داشتن استقامت میخواد. نه؟ نه همه مهمه. خواهر و برادر، ما اگر بخوایم برای این آیه شریفه، تو پیغمبر خدا در زمان خودشون باید استقامت میکردن، عمار استقامت کرد، امام حسین استقامت کردن، بزرگان، شهدا، علما، فضلا، گذشتگان شما همه در مسیرهای خودشون استقامت کردن. اگر از ما و شما سوال بکنن، خوب دقت کنید، ما تو زندگی خودمون، ما رو که خدا ول نکرده که بخوریم بخوابیم، نه، ما هم امتحاناتی داریم، ما هم یه جایی باید استقامت کنیم. من از شما سوال میکنم، کمکم کنید، یک چند تا مثال ذکر بکنید برای استقامت هایی که ما در زندگیمون باید داشته باشیم برای خدا. مریضی، خب، از دست دادن عزیزان، فقر، احسنتم دیگه، بله، گذشت، بله دیگه چی؟ استقامت، عبادت، عبادت دیگه، تربیت فرزندان در صراط مستقیم. خواهر برادر، تو این دور زمانه ما با زمان خودمون مقایسه میکنیم، وقتی که ما بچه بودیم، تو این دور زمانه تربیت فرزند صالح واقعا استقامت میخواهد، کار آسونی نیست، خودش برای خودش جهاد فی سبیل الله. سبحان الله، اینقدر آفات اخلاقی زیاد، اینقدر آفات تربیتی زیاد، اینقدر برای فرزندانمون پدر و مادر پیدا شده که نپرس. موافقید یا نه؟ اینقدر استاد و معلم اخلاق برای فرزندانمون که نوبت به خود ما نمیرسه، ما متعهد لیست هستیم. خیلی مهمه، خیلی استقامت میخواد خواهر و برادر. یکی از کانونها، یکی از راههای تربیت فرزند همین مسجدها هست ها. دست فرزندانتون رو بدید تو دست مسجدها. مهمه، ائمه شما که امام بودن، سرچشمه علم بودن خودشون، و در زمان خودشون هیچ کسی از اونها عالمتر و فصیحتر و سخنرانتر نبود، فرزندانشون رو میفرستادن مسجد به اون عالمی که سوره بهشون یاد میداد، چیزی یاد میداد، مطلب رو یاد میداد، هدیه میدادن. آجی فرزندانمون چی؟ خواهر و برادر، هر کدوم شما یک عمار و یاسری هستید، خواهر و هر کدوم شما یک سمیه‌ای هستید، شما باید اون دیگرانی که به اندازه شما از چشمه اهل البیت سیراب نشدن، شما از این آب زلال شفا بخش و حیات بخش بهشون برسونید، بگید بهشون، نصیحتشون کنید. تأثیر میکنه ها، آرام آرام تأثیر میکنه. فاستقم کما امرت و من تاب معک.
خواهر و برادر، بعد خدای مهربان در ادامه این آیه شریفه می‌فرماید و من تاب معک. دقت کنید، این و من تاب معک یعنی کسانی که در مسیر تو قرار گرفتن. ای پیغمبر، همچین که خودت در مسیر اخلاص استقامت می‌کنی در مسیر دین، این کسانی که در راه تو هستن، اینها هم باید با تو استقامت داشته باشن. خواهر برادر، استقامت شرط اصلی نجات و پیروزی است. تیمور گورکانی، بنیانگذار حکومت گورکانیان رو میشناسید، ایشون رو در تاریخ خیلی معروف هست. ازش گفتن شما چطور رمز موفقیت چیه؟ بارها شکست خورد، اصلا تا جای کشتن که میخواستم بکشنش و فرار کرد، همه چیز رو رها کرد، به خرابه ها گریخت تا به اونجا کارش رسید، ولی دو مرتبه خودش رو رسون به همون حکومت و سلطنت. گفتن رمز موفقیت چیه؟ یک کلمه. گفت چی؟ بگی. استقامت. گفتن خود استقامت رو چطور یاد گرفتی؟ تو مکتب آقا اینا که خیلی اهل اخلاق و قرآن و اینا. گفت من وقتی شکست خوردم، از تاج و تختم رانده شدم، رفتم وارد یک خرابه ای، در اون خرابه داشتم به حال زار خودم گریه میکردم، آی تیمور گورکانی چی شدی و چی شدی؟ او تاج و تخت تو ببینی یه گوشه خرابه، پات از این خرابه بذاری بیرون میکشنه. همونجا دیدم یک مورچه ای یک غذایی رو گرفته، یک تیکه نانی رو گرفته و این رو داره میبره بالای دیوار برسانه به سوراخش. 67 بار این دانه افتاد و 67 بار این مورچه آمد با این دو مرتبه دانه رو گرفت برد بالا. با خودم گفتم تیمور تو دیگه از این مورچه هم کمتری، این درس طبیعت خدا بهت داره یاد میده. که خواهر و برادر، هرگز انسان در زندگی خودش مایوس نشه. و من تا و معک یعنی شما در تمام زندگی خودت در مسیر اخلاص استقامت کن. بذارید این آیه شریفه رو کامل کنم با این نکته. نکته این هست که وقتی انسان میرسد بعد از این که استقامت بکنه میرسه به نتیجه، وقتی نتیجه رو گرفت باز هم استقامت لازم دارد، باز هم باید خودش رو به ایمان رساندن. یک استقامت میخواهد، مؤمن ماندن استقامت دیگه. اومدن تو لشکر امیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام، محب امیر المؤمنین شدند، بعضی ها تونستن استقامت بکنن، بعضی ها شدن چی؟ خوارج. درسته یا نه؟ یار امیر المؤمنین، پشت امیر المؤمنین نماز میخونه، بعضی ها شدن خوارج. کار به جایی رسید که به شمشیر علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام وارد دوزخ شدند. پس خیال نکنیم خواهر و برادر با استقامت رسیدیم به یک نتیجه مثبت، اینجا دیگه پایان کاره، بنشینیم. نه، اینجا تازه شروع کار هست. و مسئله دیگر که در این آیه شریفه خدای مهربان تأکید می‌فرماید ولا تطغوا. این ختم کلام امشبمون هست که بتونیم این آیه رو کامل بکنیم. ولا تطغوا. آی پیغمبر، با استقامت رسیدید به نتیجه پیروزی که پیغمبر خدا رسیدند. بالاخره در اواخر عمرشون عربستان سعودی که یک وقتی بر ضد اسلام و قرآن میشورید، همه با عشق و علاقه بر پیغمبر خدا صلوات میفرستادند. الله صل علی محمد و آل محمد. بعد خدای مهربان میفرماند ولا تطغوا. اونجا که رسیدی در قله پیروزی طغیان نکن، اونجا شاکر باش، اونجا فروتن باش، اونجا حق مردم رو رعایت کن، چون تیغ به دستاری مردم نتوان کشت. اللهم انا نسألک و ندعوک بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، الهنا بحق قرآنک المستحکم و نبیک المکرم، استجب دعاءنا يا الله 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 يا رحمان و يا رحيم. پروردگارا با آبروی محمد و آل محمد در این شب جمعه و
فرج امام زمانمون معجل بفرما. خدایا صلح و ثبات و آرامش رو در همه جهان ممالک اسلامی حاکم بفرما. مریضان مجروحین شفای عاجل مرحمت بفرما. حوائج جمع حاضرین حوائج بانیان خیر در این شب عزیز برآورده به خیر بفرما. اموات گذشتگان ذوی حقوقین پدران و مادران جمع حاضرین پدران و مادران بانیان خیر اونهایی که نذری آوردن غریق دریای رحمت بفرما. از این مجلس قرآنی لمعه از نور و رحمت به روحشون هدیه بفرما. مریضان اسلام اونهایی که التماس دعا گفتن علی خصوص جناب خانم عزودی شفای کامل و عاجل مرحمت بفرما. رحم الله لمن یقرأ الفاتحه مع الصلوات. اللهم صل علی